من یه انتقادی که دارم از اپوزیسیون ایرانی اینه که تئوری توطئه خیلی زیاد یه رول خیلی بزرگی توی اپوزیسیون ایرانی داره. من و نه فقط تو اپوزیسیون، تو مردم ایرانی هم همینجوری. یعنی من خودم توی حتی تو تظاهرات های مثلا اینجا میذاریم، بعضی موقع تظاهرات میذاریم، میریم اونجا وای میستیم، بعد یه نفر میگه خب این که اصلا هیچ کمکی به هیچ جا نداره، به خاطر اینکه ما نمیدونیم در واقع کی پشت پرده کار میکنه و نمیدونم هزار چیز دیگه. یعنی اگه خب پس خب این تئوری توته اولا توی بین ایران یه جوری استفاده میشه، توی الان توی غرب هم زیاد استفاده میشه، هم طرفداران ترامپ، اونایی که الان حمله کردن به کپیتال هیل، خیلی ازشون طرفدار تئوری توته هستن و کلا تئوری توته مشکل زیادی، مشکل بزرگی واسه دموکرات ها. دموکرات ها، من نه به منظور دموکرات آمریکایی، کلا کسایی که دموکرات باشن، به خاطر اینکه ما میخوایم یه بحث واقع بین تر داشته باشیم، میخوایم یه بحث داشته باشیم که آقا جان مدارک داریم، در اثر مدارک و واقعیت رو میخوایم نگاه کنیم، تحلیل کنیم و به بحث کنیم، درسته؟ ولی وقتی که تئوری توته وارد میشه میگه نه نه نه، شما اصلا نمیتونین واقعیت رو ببینین، واقعیت یه چیزیه که از شما قایم میشه و در واقع انگلیس و آمریکا و یهودیا و نمیدونم ایلومیناتی و هزار تا چیز دیگه هستن که شما نمیتونین اصلا ببینین، شیطان پرست. اصلا واقعا اینقدر عجیب هست و فکر کنم توی محیط های بسته تئوری توته خیلی، توی مثلا تو ایران خیلی راحت تر میتونن تئوری توته رو پخش کنن، به خاطر اینکه تو محیط بسته، تو محیطی که تو آزادی بیان نداری، اگه آزادی بیانت استفاده بکنی تازه کلی هم میخوره تو سرت و زندانیت میکنن، میکشن تو، تهدیدت میکنن و اینا، خب خیلی راحت تر تو این تئوری توته رو قبول بکنی، بگی که خب اوکی پس من مثلا کاری به سیاست ندارم، به خاطر اینکه اگه داشته باشم خب هیچی هم ازش نمیتونم، واقعیت رو نمیتونم ببینم، پس بهتر اصلا. بعدش هم یه خوردم ارزش سرگرمی داره، یه خورده این خرافات ارزش سرگرمی هم داره، ما دوست داریم مثلا یه داستانی رو باور کنیم که خیلی جالب تر باشه تا واقعیت. این هم هست، یه سری شباهت هایی هم به نظر من با دین داره، برای اینکه یه سری اتفاقاتی که بعضی موقع میفته که خیلی فاکتورهای مختلف پشتشه و خیلی پیچیده است، مردم برای اینکه بتونن راحت تر بفهمن دوست دارن که مثلا یه تعداد آدم کمی همه چی رو داره کنترل میکنه و بخوان یه تئوری پیدا بکنن که همه دنیا رو بتونه براشون توضیح بده. خب یا این مثلا بعضی موقع یه گروه هایی رو انتخاب میکنن که واقعا بدن، مثلا جمهوری اسلامی رو مثلا که واقعا خیلی بده، اینا بعدی جمهوری اسلامی رو استفاده میکنن که مثلا بخوان هر اتفاق بعدی که میفته رو مثلا با جمهوری اسلامی توضیح بدن. خب آره، مثلا خیلی از ایرانی ها تو اپوزیسیون میگفتن که جمهوری اسلامی در واقع داعشه، داعش رو جمهوری اسلامی به وجود آورده. جمهوری اسلامی هم میگه که داعش رو آمریکا به وجود آورده. آقا جان داعش واقعیه، واقعا وجود داره یا الان داعش حالا کمتر شدن؟ خب یه بعضی موقع اتفاقایی که میفته ببینید که مثلا میگن مثلا جمهوری اسلامی یا آمریکا یا اسرائیل مثلا این داعش به وجود آورده، استدلالی که استفاده میکنن اینه که اگه هر کدوم از این گروه ها مثلا یک سودی برده باشه از وجود این گروه ها، میگن پس این سنده که این جمهوری اسلامی یا آمریکا یا اسرائیل. ببین هر اتفاقی که میفته بالاخره به ضرر خیلی میشه، معمولا به نفع بعضی هم میشه، ولی اگه به طور شانسی به نفع یه نفر شد، این معنیش نیست که اصلا نقشه اونا از اول بود که مثلا داعش باعث بهونه شد که آمریکا بتونه یه سری کارا بکنه، تو بهونه شد برای اینکه دولت اسرائیل بتونه یه سری کارا کنه، بهونه شد کلی مدت برای جمهوری اسلامی، خیلی بهونه شد کلی کارهای به نفعش تونست انجام بده، ولی چون به نفعشون شده معنیش نیست که اونا اینو به وجود آورده. حتی ممکنه بعضی از موقع ها به طور غیر مستقیم باعث به وجود آمدنش شده باشن، ولی نه از عمد. خب مثلا داعش آمریکا
تو به وجود اومدن داعش نقش داشته، خب آره. ولی نه از عمد، نه به طور نقشه کشی، به طور غیر مستقیم، به طور ولی خب اینا همه چی رو، همه چی رو باید ببینید. این یه چیز مثل خداست به نظر من، برای اینکه مثلا مثل خداپرستان تو طبیعت نگاه میکنن این اتفاقی میفته میگن این نمیشه کسی اینو کنترل نکرده باشه، این حتما یه کسی پشت ایناست. اینا هم مثلا اتفاقات سیاسی تو آره. دنیا رو انقدر پیچیده است، میگن یه کسی داره یه جایی توی اتاقی داره اینا رو تصمیم گیری میگیره. اینا آره. اینا یا صهیونیست‌ها رو کردن خدا، یا جمهوری اسلامی رو کردن خدا، یا ایلومیناتی رو کردن خدا، یا چین رو اخیراً ترامپ سپورترها دارن چین رو میکنن خدا، همه چی آره. پشتش چینه. آره 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 کرونا که پشتش چین بود ولی حالا من یه خورده خودم از تئوری توته نه ببینی خب خب آره ببینی بالاخره چین خیلی مخفی کاری کسره کرونا آره. خب خیلی آره. تقصیر چین خیلی زیاد بود این موضوع ها، ولی آره. این تئوری های توته معمولا آره. یه مقدار واقعیت توش هست و این یه مقدار واقعیت ها رو استفاده آره. اگه که یه مقدار واقعیت توش نبود نمیتونست کار بکنه اصلا، و خطرش اینه که واقعا یه خورده واقعیت تو همه اینا هستش، وگرنه هیچ کس به حرفشون گوش نمیداد. ولی اینه که از یه چیزی رو میگیرن و همطور واسه خودشون ادامه میدن، میبافن روش، و برای همین خیلی روی حتی روی کسایی که زیاد سیاسی نیستن یا اینکه بچه هستن، جوون هستن، یا تو محیط های بسته هستن، روشون خیلی اثر میذارن. ولی مثلا این تئوری توته واقعا تو ایرانیا خیلی زیاد، من با هر کسی که مثلا سن پدر مادرم هست بشنم صحبت کنم 90% بالاخره یه موقع به تئوری توته میکشه بحث، یعنی بخوان نخوان یه جوری بالاخره تئوری توته در رابطهش صحبت میشه. و این واقعا یه خورده واقعا آدم افسرده میشه وقتی که این بحثا رو میکنه. یه مقدارم سیاه‌سفید فکر میکنم، برای همین ببین مثلا شما مثلا جمهوری اسلامی که خیلی ما باش مشکل داریم و اینا میخوام بگن هم، یا چین که مثلا خیلی باش مشکل داریم، دولت چین، نه خود چین، نه دولت چین، مردم چین خیلی هاشون عالین، دولت چین که خیلی باشون مشکل داریم، بعد اگه میان بگن که خب دولت چین یه کاری کرده که واقعا دولت چین نکرده، یا جمهوری اسلامی یه کاری کرده که میگن اینا کرده که واقعا جمهوری اسلامی نبوده، اگه ما بگیم خب سند ندارین که جمهوری اسلامی بوده یا دولت چین نبوده، میگن تو پس با جمهوری اسلامی هستی، آره. تو کمونیستی با چین هستی، آره. خب؟ آره. یعنی انقدر یا باید هر چی اینو میگن قبول کنی، آره. یا اگه قبول نکردی حتما با اونایی خودت، یعنی اصلا هیچ چیز غیر بین این وسط براشون وجود نداره. من خودم از خیلی از سیاست‌های ترامپ مثلا توی دانمارک دفاع کردم، ولی الان اومدم گفتم که خب این کاری که الان اخیراً کرده که مثلا از این خشونت طرف خودش به اندازه کافی چی میگن، به نظر من تحریک نکرده که بیان حمله کنن، شاید غیر مستقیم تحریک کرده باشه، و این رو خیلی خوب من باش مشکل دارم. بعد اومدن همه میان میگن که خب تو پس چین بهت پول یا از این تهمت ها میزنن، من میگم که من این همه سال دارم از خیلی از مثلا از سیاست هایی که در رابطه با ایران و خاورمیانه ترامپ داشت من راضی تر بودم تا از سیاست هایی که اوباما داشت در این مورد. من حرف خودم رو میزنم، من نه کاری به این دارم که حالا ترامپ مثلا کیه یا اینکه جمهوری اسلامی که، من هر چیزی که مثلا درست، خب جمهوری اسلامی هم بعضی موقع میاد یه کارایی میکنه که خیلی کم، ولی بعضی موقع میاد یه کاری میکنه که درست باشه، خب از اون هم آدم باید بگه خب آقا الان اومدن یه کار درستی کردن اینجا. خب واقعا مثال ندارم، ولی خب اگه که جمهوری اسلامی این کارو بکنه آدم باید بیاد بگه، واقعیتو بگه، نه اینکه بیاد به نظر من یه چیز واقعیت بینیه دیگه، آدم یا باید یا میتونه واقعیت رو ببینه و قبول کنه یا اینکه نمیتونه، نمیخواد این کارو بکنه. و مغزشوییه، یه نوع مغزشوییه تئوری توته، واقعا یه نوع مغزشوییه که الان واقعا من خودم واسه دنیای غرب میترسم که این توته های مختلف، تئوری توته های مختلف توی
توی دنیای غرب الان زیاد شده و دموکراسی رو چیز میکنه، تهدید میکنه. چیز جوری که بعضی موقع هم یه سری تئوریایی دارن که ممکنه درست در بیاد ولی بدون سند میگن، خب، و میگن که ما و بدون سند یه حرف میزنن، بعد میگن که ما قبول نمی کنیم. وقتی هم قبول نمی کنیم معنیش نیست که داریم میگیم این اشتباهه، ما میگیم بدون سند نمیتونیم قبول کنیم. ممکنه هم هست داری درست میگی، ممکنه شانسی داری درست میگی، ممکنه تو یه سندی دیدی که ما ندیدیم، ولی بدون سند ما نمیتونیم چیزی رو قبول کنیم. و بعد میگن به ما میگن خب پس اگه تو میگی این درست نیست تو سند بده. یعنی چی؟ تو داری ادعا میکنی ما باید سند بدیم که اشتباهه. کسی که ادعا میکنه باید سند بده معمولا. خب این دقیقاً این حرفاشون هم خیلی شبیه خدا باورانه که مثلا ما میگیم بدون سند نمیتونیم به خدا اعتقاد داشته باشیم، و اینا میان میگن خب شما اعتقاد به خدا ندارین بیاین سند بدین که خدا نیست. یعنی چی؟ شما دارین ادعا میکنین که خدا هست، شما باید سند بدین که خدا هست. ما که اعتقاد نداریم، ما تا شما سند دارین نظرمون عوض میشه. ما اعتقاد نداریم برای که سندی نمیبینیم. شما سند بدین ما میایم با خدا میشیم، هم اینجوری با خدا میشیم. این خیلی شباهتش با دین زیاده به نظر من. یه چیزی دیگه هم که شباهت اینه که خیلی راحت نقطه های نامرئی رو به هم وصل میکنن. خب مثلا میگن یه اتفاق اینجا افتاده، یه اتفاق همزمان به اینجا افتاده، بعد میگن این حتما به هم ربط داره. یا اینکه آره. مثلا دو تا چیز با هم میره بالا یا دو تا چیز با هم میره پایین، چون با همزمان بوده میگن این حتما باعث این شده. یعنی آره. بین فارسیش چی میشه؟ بین میگن پترن ریکگنیشنشون خیلی اصلا رو شدیده، یعنی سریع همه چی رو میخوام به هم رد بدن. حتی اگه دلیلم یه مگه میشه این رفته بالا این رفت، چقدر احتمالش هست که این دوتا با هم اینجوری به اتفاق بیفته؟ حتما این به این رفت داره. خب بعدش اگه شما نمیدونم حالا شما هم نظرید یا نه، ولی اگه که به من من توی بعضی از این جلسات با اپوزیسیون اینا قبلا نشستم، میبینم که هر چیزی که تو مثلا حالا هر رئیس جمهوری باشه توی آمریکا میاد مثلا یه سخنرانی میکنه، بعد ایرانی ها میشنن میگن که خب میان اینا تحلیل میکنن فقط در رابطه با ایران. آقا جان این اومده در رابطه همه چیز دیگه صحبت کرده، حالا شاید یه چیزش به ایران ربط داشته باشه، میان همه چی رو ربط میدن به وضعیت ایران. یعنی اونم همونجوری مثلا فهم واسه خودشون میخوام مشکل رو، یعنی کلا میخوام دیدشون رو سیاه و سفید بکنن، یعنی که یه چیزی بکنن که خیلی راحت باشه فهمیدنش و خودشون رو بزرگتر از این میدونن که واقعا هستن. خب واقعا ایران الان یه کشوری تو دنیا، همه دنیا که در رابطه با ایران صحبت نمی کنن، یا هر کاری که میکنن در رابطه با ایران نیستش که. یه خورده نمیدونم، یه خورده عقب میذاره ما رو در اپوزیسیون وقتی که نمیخوایم واقعیت رو ببینیم، نمیخوایم واقعیت دنیا. و اینکه همه مثلا پیچیده هستن، همه مثلا هزار نفر مثلا میان صحبت میکنن، هزار نفر میان تصمیمای مختلف میگیرن، خیلی چیزا چی میگن برنامه ریزی دیده نشده، همجوری میشه، میدونی خیلی هیچ کس نمیتونه اینقدر برنامه ریزی بکنه و دقیقا هیچ کس دیگه ندونه که این برنامه ریزی شده. دقیقا. البته من برای هم به این میخوام حرفی که شما زدیم میخوام برگردم، و همین که توی اپوزیسیون مثالایی که داریم مثلا مسیح علی نژاد اینا رو حالا میخوام دربارش صحبت کنیم که مثلا این و درباره خود شما هم تئوری های مختلف زیاد بوده. ببخشید اینجا شما دوست فرگی اشاره کنم، دوستان داخل لایف چت اگر سوالی دارید حتما با استفاده از یک ایموجی یا یک شکل دایره اون سوال رو مشخص کنید که من به حساب بتونم متوجه بشم و سوالایی که این علامت رو داشته باشم فرخونده میشه، سایر سوالات رو من توجه بهشون نخواهم کرد. سپاس. آره من بهشون گفتم جمهوری به خدا یعنی تگ کنین، تو میگی توپ قرمز رو بزن، جفتشو بزنین برای که مطمئن بشه. مثلا محسن جفتشو گذاشته، هم جمهوری به خدا یعنی تگ کرده هم توپ قرمز گذاشت. محسن میگه دلیل شما برای توهم بودن قرار دادن میکروچیپ در واکسن کرونا چیست؟ آخ محسن جان تو اینو فقط نظر من چیه؟ خب شما جواب بدین اول بعد من جواب میدم. من همینو میگم آقا جان، اگه سندی شما داری بیا به من نشون بده، من باور میکنم. اگه سندی نداری من نمیتونم به همچین چیزی باور بکنم.
آخه من امیدوارم محسن جان که تو خودت به هم چیزی اعتقاد نداشته باشی. خب اولا که خب سند نداریم، ما هیچ کس سند نداریم، سند آوردیم ما باور میکنیم، ولی من بهت میتونم قول بدم که سند نمیتونی بیاری چون هیچ میکروچیپی هنوز وجود نداره که بتونه انقدر کوچیک باشه که حتی زیر میکروسکوپ هم توی قطره‌های واکسن دیده نشه. آخه خیلی باید مردم از لحاظ علمی، از لحاظ اینکه اصلا از واقعیت مردم باید مغزشون خیلی دور باشه که الان فکر کنن یه هم چیزی اصلا امکانش وجود داره. بعدش هم یه چیز دیگه، ما میکروچیپ رادیو برای چی لازم داره؟ ما شما خودتون تلفناتون خودتون نه تنها میتونن رادیو بیتون کنن، شما همتون اجازه دادین شما وقتی که مثلا فیسبوک رو اینستال کردین، چه میدونم اینستاگرام رو اینستال کردین، گوگل مپ رو اینستال کردین، اصلا به همه شرکت ها اصلا بهشون گفتین که اجازه بهشون گفتین، اصلا شما ساین کردین روی کانترکت که این کمپانی ها اجازه داشته باشن شما ردیابی کنن. مگه اینا از چرا لازم داشته باشن بیاد توی میکروچیپ تو واکسن بذارن که شما پیدا بکنن؟ شما خودتون بهشون گفتین که ما کجا هستین. حالا دولت میتونه، حالا تو مثلا دولت دامک اگه واقعا بخوان بدونن میتونن برن ببینم تلفن من الان کجاست توی دنیا، من رو اینجوری پیدا کنن. یعنی اینا همه وجود داره ولی میکروچیپ تو واکسن وجود نداره.